بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا. الحمد لله رب العالمين، وخير العاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. برادرای عزیز، یک قضیه ای که ما شما به او باور داریم و عقیده داریم که دین مقدس اسلام قانون و منهج زندگی ما شماست. اسلام وسیله ارتباط ما با خدای ما، وسیله ارتباط ما با خود ما و وسیله ارتباط ما با مخلوقات است. اگر می خواهیم با خدا ارتباط بگیریم، باز هم در روشنی دین باید ارتباط بگیریم و طوری که خدا خواسته است ارتباط بگیریم. اگر منهج خدایی را در ارتباط با خداوند متعال فراموش بکنیم و یا هم دست بزنیم، تغییر بدیم، هر قدر که نیت خوب داشته باشیم، ما در حقیقت با خدا ارتباط نداریم. به طور مثال، ما شما برای ادای نماز جمعه در اینجا آمدیم. اگر امی جمعیت ساعت 9 بجه جمع شود و اما تو سخنرانی شود، گپ زده شود، نماز خوانده شود، ما در حقیقت با خدا ارتباط نگرفتیم. اگرچه نماز خواندیم، اگرچه در مسجد باشیم، اگرچه به خاطر خدا هم جمع شده باشیم، چرا نمی شود؟ به خاطر که به طریقی که خدا به ما گفته اما تو ارتباط نگرفت. این شکلش، اگر ما با یک فقیر، با یک بیچاره بخوایم کمک بکنیم و واقعا او ضرورت داشته باشد، پول برش میتیم، باید برش میگیم که اگر در دیگه جای سر 1 لک روپه 2000 روپه سود است، خیر است تو 500 روپه سود بدیم، 1.5 هزار بر تو بخشش. باز هم ما با اون نفر کمک نکردیم و چیزی که باید به دست بیاریم از این ارتباط، او ارتباط ما نامیمون و بی‌معنا و پوچ است. عین شکلش، اگر با خود ما ارتباط میگیریم به عبارتی از این که بنده خدا هستیم،
و عزت مادری است که اقرار به بندگی الله بکنیم، عزت مادری است که پیشانی خود را با تمام عجز و انکسار به الله متعال پایین بکنیم. هرگاه ارتباط ما با نفس ما به اساس تکبر و بلندمنشی شد، در حقیقت ما با خود جفا کرده، ما ارتباط ما با خود ما قطع می شود و من حیث یک بنده خدا بعد در جا دیگر نفس شیطانی و نفس در حالت تکبر و به چیزی می شود که نباید باشد. قرآن کریم کتابی است که برای ما شما وسائل ارتباط و چگونگی ارتباط با خداوند متعال را نشان می دهد. از این خاطر قرآن کریم در حقیقت جواب است برای یک سوالی که بار بار شما طرحش می کنید، بار بار طرحش می کنید، از یک طرف خبر می دهید، از یک طرف طلب می کنید، می گین که ایاک نعبود و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شما ببین چه بار باری کلمه را تکرار میکنین و ای آیات را تلاوت میکنین. خدای راه آنان را نشان ما بده که تو سرش احسان کرد، راه آنان را خدایا به ما نتی نصیب که تو سرش خشم گرفتی و نفری نشان کرد. بعد از سوره فاتحه کل قرآن کریم در حقیقت جواب است برای سوال ما شما. چیزی که در قرآن کریم بسیار زیاد مطرح می شود و گفته می تانم که یک ربع قرآن کریم کاملا امی قضایا است، او مسئله قیادت است، مسئله ازی که قدویت کی باید باشد، کسی که تو پشت سر از او میری کی باید باشد، به اشکال مختلف و ماشی میکنه تعریف میکنه. در قرآن کریم شما میبینین که سوره داریم به نام سوره ابراهیم. در حقیقت میخواد قرآن به ما تو معرفی بکنه شخصیت ابراهیم خلیل را علیه السلام تا در روش از او به پیش بری. شما سوره به نام محمد دارین، سوره به نام یوسف دارین، یونس دارین، هود دارین، نوح دارین، و این سوره ها هدف چی است؟ تا ما شما قیادت خوب را پیدا کنیم. و مهم گپ است که در این قیادت بزرگ گاهی گاهی در آیات قرآن کریم بعضی از لطیفه های عجیبی را به چشم انسان میخورد که انسان وقت فکر بکنه و عمیق شوه در قضیه، درک میکنه که خدایا چه کتابی عظیمه. دیروز قرآن کریم تلاوت میکردم و آیاتی که به حضورتان تلاوت شد به ای چشمم خورد. وقتی که تلاوت کردم کمک متوجه شدم، بعد گفتم خدایا کلام عجیبی تربیتی است، انسان به یک بار زندگی می بخشد و متوجهت می کند. و تعبیرات قرآن کریم عجیب تعبیرات است، خصوصا انگامی که بخش معانی قرآن را و لغت قرآن را کسی درک بکنه و به این پی ببرد. یک تعبیر می کند که ضرب الله، ضرب در اصل به معنی زدن است و چیزی که زده شود نقش خود را در جای دیگری میشاند، هرچی که زده شود نقش خود را در اوجا میشاند. اگه عادی کسی را به چپاتم بزنی آثار نقش در روی پیدا میشود، و هر چیز را به جای دیگری شما بزنی اوجا نقش پیدا میکند. و نقش که پیدا شود به خاطر ازی که اثر پیدا میشود و او اثر حکایت میکنه از قضیه، در ذهن تداعی میکنه که یک چیزی شده. به طور مثال اگر یک جای مرمی بخورد، شما که سرش تیر میشه نوچت میفهمین کجا مرمی خورده. اگر شیشه زده میشود و این شیشه مشکند
اما تو درز درز می شود، شما می فهمید که ضرب وجود دارد. در حقیقت این ضرب عکس العمل به تو نشان می دهد. بعد کار تو است که از این ضرب چی فایده می گیری. کار توست دیگه. یک مسئولیت تو خیز که این را باید جور کنی، یک مسئولیت خمیز. مسئولیت دیگه ای است که دیگه باید نگاه شود که بار دیگه نخورد. همیشه دیگه نه توی جور کده میری و یه خراب شده براد، تو باید نگاهش بکنی. سومی که اگر زده شود تو عیبی از او را نمیتونی بپوشی، بخوایی نخوایی مردم را میبیند، کمیتر میشه میبینش. پس وقت قرآن میگه که ضرب الله، الله بیان میکنه برای شما تا ببینید در او و در آینده نگاه بکنید و آری بسازید. سه چیز از پیش بگیرین: ببینی، نگاه بکنی و اهمیت جور را در بیابی. چیزی که جور است چقدر قیمت دارد و چیزی که خراب می شود چقدر انسان را افسرده می کند و غمگین می کند. و تعبیر دیگر، ضرب به معنای زدن مثالی است که وجدان خفته انسان را بیدار می کند. انسانی که خواه کده متوجه مسئولیت هایش نیست، او انسان را بیداری نصیب می کند. در این سوره تحریم پروردگار عظیم برای ما شما چهار دان زنان مسلمان را، دو زنان مسلمان را و دو زن کافر را معرفی میکند. و جالبش ایست که دو زن مسلمان در تحت حباله نکاح دو پیغمبر هستند. ای را بر موت معرفی میکند که ای را بشناس. زن دیگری را معرفی میکند که در حباله نکاح کسی است که دعوای خدایی کرد و می گفت انا ربکم الاعلا، من خدای بزرگتان هستم. ما شما را متوجه میکنه در اینکه خوب تحقیق بکنه که چی گپ است. زن پیغمبر کافر، زن دشمن خدا و فرعون مسلمان. و این قضیه را بر ما تو در قرآن کریم میارد تا ما به یک نکته بسیار قوی و عظیم بفهمیم. یکی ای که هدایت از آن خدا هست، هدایت از آن الله هست. بنان وقتی که هدایت الله بکند، بعد ظرفیت های زمانی و مکانی مدار اعتبار نمی شود. پس معنا چی شد؟ آنانی که در مسجد آمدیم و به خاطر خدا آمدیم، گوش کنین، مغرور نشویم، متکبر نشویم، نگوین که ما نماز خوندیم. نه، الله برات توفیق داد عزیزم، الله برات توفیق داد. بنان بلند پروازی نکن، عاجز باید بوده باشی تا این نعمت افزونی پیدا کند. دوم، آنانی که نیامدن، اونا باید بفهمن که یک چیز بسیار بزرگ رو از دست دادن. اگرچه متاع دنیا و زرق و برق دنیا را فعلا کمایی کرده باشن. و جالبش ایست که از این آیت، یک آیه پیش و ما شما دستور میداد که ای کسایی که ایمان آوردین با کفار و منافقین برزمید، با کفار و منافق برزمید. و مرادش استدلال است، استدلال بکنین، تحقیق بکنین، موضوعات را عادی نگیرین. ضرب الله مثلا، الله بیان میکند مثل را للذین کفروا، برای آنانی که کافر هستند. امرأة نوح و امرأة لوط، برای کفار بیان میکند نتیجه بدبختی دو زنی که
در زیر نکاح دو پیغمبر بودن، حضرت نوح علیه السلام و حضرت لوط علیه السلام. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، بودن ار دوی زن در عقد نکاح دو بنده صالح ما. فخانتاهما، ای دو زن با ای دو شخصیت صالح خیانت کردن، خیانت هم رایشان کردن. با مجرد خیانت کردن مورد خشم خدا قرار گرفتن. فلم یغنی عنهما من الله شیئا، ای دو بنده صالح دفع نکرد از این دو زن خائن از عذاب خداوند متعال شیئا، چیزی را عذاب سرشان آمد. هر دویشان رفتن، هم خانم نوح سقوط کرد هم خانم لوط، هر دویشان برباد شدن با وصفی که خانمای پیغمبرها بودن. وقیل ادخلا النار مع الداخلین، برش گفته شد که همراه کسایی که آتش دوزخ می رود شما هم همراهشان داخل شوید. این آیات به ما ایراد داد، کسی را که الله گمراه بسازد از خوبترین ظرفیت و زمان استفاده کرده نمی تواند که الله کسی را یک بار بدبخت بکند. بعد جالبش ایست که فلم یغنی عنهما، دفع نکد از ایشان امی دو پیغمبر، دو مرد صالح و این قوت بلند معنویشان از عذاب خداوند متعال چیزی را. روز رسول ما صلی الله علیه و سلم فامیل خود را نشان خطاب کرد به حضرت عباس رضی الله عنه و برش گفت که یا عباس، ای عباس کاکا جانم، اعمل، عمل بکن، عمل بکن، اگر عمل نکدی فهم انی لا اغنی من الله عنک شیئا. ببین که من از تو از عذاب خدا هیچ چیز را گرفته نمیتونم. خطاب کرد برای فاطمه زهرا رضی الله عنها و فرمود که یا فاطمه بنت محمد، اعمل عملا صالحا، اعمال شایسته را انجام بده. فانی لا اغنی عنک من الله شیئا، ما از عذاب خداوند متعال از تو هیچ چیز را دفع کرده نمیتونم. عمل بکن. حتی توجیهشان میکرد، تشویقشان میکرد به اعمال صالحه. در یک حدیث رسول ما صلی الله علیه و سلم میخوانیم که حضرت رسول علیه السلام یک تعداد مال و چیزا برش آمده بود. حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها رفت و امهات المؤمنین قصه کرد که در خانه ما آردام نیست، دستای مولک کده میچنه که دور میتون. به رسول علیه السلام اگر از طرف من نزاکتن بگوین که کسی را بر ما بفرسته که امی میچنه خود دور بده که امی آرد شود. هنگامی که پیغمبر خدا علیه السلام تشریف آورد و یک قصر برش امهات المؤمنین کردن، پیغمبر خدا علیه السلام به طرف حضرت علی کرم الله وجهه خانش رفت. حضرت علی کرم الله وجهه اما تو کته و حضرت فاطمه چاشت روز بود اما تو افتیده بودن در سایه. حضرت علی می فرماید که چشمای ما پوت بود، امی پای پیغمبر علیه السلام به سینه ما که گذاشت، سردی پای رسول الله صلی الله علیه و سلم مرا، چشمای مرا خلاص کرد. گفت چشم خدا خلاص کرد، دیدین که پیغمبر خدا ایستاده است. بعد از او باز خطاب کرد به طرف دخترش، یا فاطمه، ای فاطمه، از غلام کده چیز خوبتر برات نتون. حضرت فاطمه رضی الله عنها شاید به این فکر شده که آرد برمیده،
گفت دخترکم. بگو سبحان الله 33 مرتبه، الحمدلله 33 مرتبه، الله اکبر 33 مرتبه، و 34 مرتبهش بگو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير. دخترکم ای از غلام کده برد بهتر است، زیرا ای در روز آخرتت به دستت میرسد. سبحان الله، غلام برش نداد، آرد برش نداد، ولی پیغمبر خدا علیه السلام در فکر آخرت دخترش بود. این کار ایره مهم بود. در اوجا دو زنی بودن مخالفت کردن، سقوط کردن، ولی دو زن دیگری را قرآن بر ما معرفی میکند. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا. اوجا دو زن بود، زنان مسلمان نباید قیادت زنان کافر را باید بکنند. از این خاطر مثال زد. ضرب الله مثلا للذین کفروا، گفت خداوند متعال برای تعبیر و چگونگی گرفتن اسوه حسنه یا اسوه سیئه متوجه بوده باشد به مثال هایی که قرآن میزند. خدا مثالی را برای مردان کافر از دو زن کافر میزند که در زیر چتر نکای دو مرد مسلمان بودند، ولی این دو مرد مسلمان از اونا چیزی را کم نکرد، رفتن سقوط کردن. آلی بر ما میگه و ضرب الله مثلا للذین آمنوا، خداوند متعال بیان میکند برای آنانی که ایمان آوردند سرگذشتی زنی که خانم فرعون است، امرأت فرعون، از این برد بیان میکنه. تو مسلمان چی بکن؟ در زندگی از این زن مؤمنه خوب بیاندیش، از این اسوه بگی، از این قیادت یاد بگی. این را متوجه شد. اول میفرمد که امرأت فرعون، خانم فرعون. فرعون از جمله امپراتوران، فرعون از جمله شخصیت هایی که قرآن کریم میگه و فرعون ذی الاوتاد، فرعونی که کسایی که مخالفت امرش میکرد زنده میخش میکرد، زنده میخش میکرد به می شکل، یا در زمین دست و پایش برش میخ میکرد اما تو میمان تا که میمورد خشک میشد، یا در دیوال میخش میکرد. برای نمونه میگینید کسی که مخالفت امر مرا میکند چونین جزا برش داده میشود. اما فرعون خانمی دارد. او خانمش چی میگوید؟ اذ قالت، انگامی که فرمود رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنه. ربی، پروردگار من، پروردگار من، ابنی لی عندک بیتن فی الجنه، یک خانه ای را برم بساز در جنت. پروردگارا در جنت خانه ای را برم بساز. آلی تو فکر بگو که این چقدر با خدا ارتباط داشت، با خدا ارتباطش، خدای در جنت برم خانه ای بساز. قصر فرعون با تمام زیباییش سرش تنگ شده بود، با تمام نعمتهایش سرش تنگ شده بود. میگه خدای در جنت برم چی بساز؟ خانه ای بساز. و نجینی من فرعون، خدایا از فرعون برم نجات بده. و عمله، و از عمل فرعون برم نجات بده. و نجینی من القوم الظالمین، و نجاتم بده از قومی که ستمگار است. محور آیات امین مراد ما است. عزیزایم، قدوه‌تان قدوه نیکو باید باشد. با اولادایتان قدوه نیکو را بتین. ما در خانه های یک تعداد از دوستا یکان بار که میریم در مابین خانش که آدم مدرایه، بعد از او باز عکسای یک تعداد زنای کافر و گندو و بیرین وجود دارد. این خانواده تا هنوز نه اندیشیده که چی گونه قیادت را، چیگونه رهبر را، چیگونه کسی را در خانش جای میدهد که این پایین و بالا کسی که در خانش میره قوارای مرداری از این را یاد میگیرد و از این بر خود
اسوه میگیرد، از این بر خود قیادت میگیرد و از این بر خود رهبری میگیرد. همیشه نی است. یا با تعبیر دیگه بگویم، امی در تلویزیون ها یک ستاره ها را که میسازد، این به خاطر از این میسازد که شما او را قیادت مانند قائد بپذیرید. دخترای ما این انسانای مبتذل و رسوا را به حیث قیادت قبول بکنند. دخترای خود بگو انتو شو، بچهای خود میگه انتو شو، کب دمیجاست. از خاطر پول مصرف میکنند، مجالس میگیرند به خاطر تخریب ذهن مسلمان ها. و جالب خویی است که حال خرچی تغییر خوردنه، دموکراسی تغییر آورده. ما برش همی سازنده را دم میگفتیم، سازنده برش میگفتیم، ولی برش هنرمند شده. از هنرمندم بالا رفتن استادا شده. کلمه مقدس استاد این کلمه بسیار عظیم و شکوه و با عظمت به انسانای مبتذل و رسوا هم چسبیده. این انسان ها این رقم شده، چیزی که خوب بود و از بین میرود، چیزی که رسوا است و بالا میشود، او جایگاه پیدا می کند. خانم فرعون که قرآن کریم در اینجا داستانش بر ما بیان می کند، عظمتش در امیست که اذ قالت، انگامی که فرمود رب پروردگار من، رب پروردگار من. در کلمه رب اگر دقیق شویم، گفتم که از تربیت گرفته شده. و تربیت چی را می گوید؟ امام راغب اصفهانی می فرماید که رسیدن شای به هدفش آهسته آهسته. ما شما خرد بودیم، آستاستا کلان میشیم. هدف ما بسیار خرد بود، آستاستا کلان میشود. اول کوچک میاندیشیم، اول کلان میاندیشیم، اول در دنیا میاندیشیم، اول در آخرت میاندیشیم، اول به اصلاح پیش پای خدا سعی میکنیم، اول دور سعی میکنیم. این کلش بساس تربیت است. بنابراین رب ذاتی که کمال میبخشد نواقص ما و شما را، ذاتی که ما را به اهداف و خواسته های ما نزدیک میکند و توفیق عنایت میکند، ذاتی که تکالیف را از ما دور میکند و مشکلات را بر ما حل میکند، ذاتی که از ما کده بر ما مهربانتر است، از ما کده بر بالای ما مهربانتر است. وقتی کلمه رب میگیم به معنای ذاتی که همه حوائج را تکفیل می کند و برای ما عنایت می کند نعمتهای خود را. رب پروردگار من، ابن لی اندک بیت فی الجنه، بساز برای ما یک خانه را در جنت، در جنت برام خانه بساز. قصر دنیا را کار نمی گیرد، در قصر کلان فرعون جای نمی شود. و ما عرض کرده بودم هفته گذشته که انسانی که دارای شخصیت می شود دنیا سرش خرد می شود. انسانی که کوچک است خانگه کش خدا دوست دارد، کل جنجال در گرد خانهش است، سر یک سنگ خورترک جنگ می کند. هر قدر فهم بالا برود به امو اندازه انسان وسیع فکر می کند و بزرگ می اندیشد. پس این زن چون مسلمان است از دنیا فراتر می رود، میگه در جنت برم خانه بساز. انسانی که در جنت میخواد خانه بسازد، پس در این دنیا نمی گنجد، این دنیا برش خورترکی میکند. از این خاطر است که حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه و ارضا انگامی که میزنش باز میگه که الحمدلله الذی اخرجنی من هذه السجن، سپاس خدای را که مرا از این بندی خانه خلاص کرد. مرگ را استقبال میکند، از مرگ فرار نمی کند، بلکه مرگ را استقبال می کند. چرا؟ زیرا امی حیات مانع وصل است. هرگاه که این حیات بگرفته شود وصل پیدا می کند، چون اوجا باورش یقینی است. ایجا می زن باورش یقینی است، ابن لی بیتن فی الجنه، خدایا در جنت برم خانه بساز. هر قدر افق فکری بالا برود به این شکل می شود. پروردگاری توفیق به ما شما عنایت بکند که به سرای دیگری بیاندیشیم، سرای دیگری بیاندیشیم. و نجینی من فرعون، خدای از فرعون برم نجات بده.
از فرعون برم نجات بده. چرا؟ انسانی که هدف عالی پیدا کرد، هر آنچه که گنده است از او بدت میآید. هر آنچه که گنده است از او بدت میآید. شرک گندگی است. انما المشركون نجس. انسان های ستمگار و ظالم و مستبد بد است، از او بدت میآید. از انسان های خائن بدت میآید. این طبیعی است. بنان چون افق فکری بلندی دارد دیزن، میگه خدا مرا از فرعونم نجات بده، از فرعون مرا نجات بده. و عمله، خدا از عمل فرعونم مرا نجات بده. دو چیز میگره، نجین من فرعون، مراد از فرعون داری چی است؟ اما فکرش، عقیدیش، باورش و آنچه که مطابق با باورش من حیث عمل او را انجام میدهد. پس هم از فکرش مرا نگاه بکن، هم از جانش مرا نگاه بکن، هم از مالش مرا نگاه بکن. و نجینی من القوم الظالمین، خدای از قوم ستمگارم مرا خلاص کن و از یا مرا نجات بده. این سه چیز در اینجا بر ما میگرد، از فرعون، از عملش، از قوم ستمگار. و ایره چه وقت میگوید؟ در وقتی که نه تفنگ داره ایزن، نه نیرو دارد و نه کسی در پهلویش است، هیچ کس همراهش نیست. ولی وقتی که خدا برش هدایت نصیب بکنه، بعدش در مقابل استکبار حد اقل چی میکند؟ میگه خدای مرا نجات بده، خدای مرا نجات بده. پس ای از یک زنی که مسلمان است، یک زنی که متعهد است. این زن یک تعداد زنان ناصالح واره نیست، گناه کل فکرش در باد مادیات میچرخد. اگر خانه کسی میرود، چی پخته کرد و چطو پخته کرد و چطو او را سر سرفه گذاشت، در اینجا نقد کرده برود. در وجه که تشکر بکنه از صاحب خانه، سر نانش نام بود، سر وضع گذاشتن نانش نامبان، سر چگونگی تنظیمش نامبان. از اون طرف که میره یک پندک از کت خود غیبت ها را میارد. این رقم نیست. یا این رقم نیست که جایی که میرود این دعوای ناصالح را بکنند که امی لباس یک دفعه پوشیدم دیگه نمی پوشمش. هر دفعه که جایی میرم باید چند دفعه لباس نو را باید بپوشیم. و شوهرهایشان هم میره برش نفهمانده که جایگاه ما و شما دیگه جای است. و این اسراف و این تبذیر به مسلمان نمیزیبد، در حالی که در بیرون بسیار مشکلات ما و شما داریم. ایران برش نمیگه، بلکه برش خریداری که در رایستیم. این کلش دلیل بریسته که در ما مشکلات زیاد است و هنوز ما بیت الجنت را دقیق نساختیم و به ساختن از او متوجه نیستیم و دست آوردن از او خانه متوجه نیستیم. کل هم و غم ما امی است، مشکل ما در امیجاست. یکان چیزای نو الحمدلله شروع شده، یعنی ما تایید میکنیم، ولی نه به معنی از اینکه ایره دین فکر بکنیم. میگیم که فلانه جای عروسی به اصلاح سنتی است که در اوجه می ساز و سرود اعتزال وجود ندارد. صرف ساز و سرود وجود ندارد، دیگه همه ابتزال وجود دارد. در سر صرفه به اندازه نانجم می شود که دیگه جای گذاشتن بشقاب نیست و در اوجه کل اگه باید بیاید. در حالی که به نام دین خوش هم هستیم که غلطی کرده رویستیم، 2000 نفر را خواستیم، چیز ضرورت است برای 2000 نفر؟ خب برای 100 نفر کفایت میکرد. چیز ضرورت است که این رقم کل هر نفر 600, 700, 400, 500 افغانی یک خوراک نان شود؟ چیز ضرورت برای داریم؟ چون این دین تطبیق میکنیم، پس به تمام معنایش تطبیق بکنیم. یک خوبی کردیم که ساز و سرود ناوردیم، دیگه فهم نمیگرد. اما مصارفات است، اما ابتذال خرش است، اما کالاهای عجیب و غریب است. پس باید سر خود فکر بکنیم و افق فکری خود را باید بالا ببریم و
از حضرت فاطمه یاد بگیریم، از حضرت عایشه یاد بگیریم، از دختران مسلمان یاد بگیریم که اونا چی گونه زندگی کردن. و اندامی که این دعای زن میکنه در وقت میکنه که دیگه زورش نمیرسد، وقتی که زورش نمیرسد دعا میکنه که خدای مرا از فرعون و از عملش و از قوم ستمگارش نجات بده. آخرین حلش هست. حالا بیان که از خود پرسان بکنه، این زن مسلمان خود امقه کار کرد؟ ای ما تو که خودم مسلمان میگم کدام کار کرده؟ اولی که آیا تو وقت رسیده برات که تو از خدایت خواسته باشی؟ رب به معنای واقعی خواسته باشی؟ اگر این کار کردی خوش شکر الله را بکش که خدا این توفیق برات داد، شکر بکش که تو یک وقت را غنیمت شمردی در حالی که دیگرها خو هستند، دیگرها مصروف هستند و تو تنها با الله چشتی و دعا کرده رویست و میگه رب 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 میگه. به این کلمه عادی نیست عزیزم، کلمه رب کلمه عادی نیست. شما در سوره مبارکه فاتحه تکرارش میکنی الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. بعد از وقتی که کدام آیه دیگر خواند به او هم رب می آید. در کوکو که رفتی چی میگی؟ سبحان ربی الاعلی ربی العظیم. اوجا باز میگی پاکیست از هر عیب و نقص پروردگاری که بسیار بزرگ است، پروردگار من و پروردگاری که بسیار عظیم است. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. باز کلمه رب تکرار کرد. در سجده که میری باز میگی سبحان ربی الاعلا، باز رب تکرار کرد. شما ای حساب بکن چه قبل میشه؟ 3 3 6 7 8 اقلا. اگر تکرارش بکنی بیشتر میشود. در رکات دوم ببین، در رکات سوم ببین، در رکات چهارم ببین. سلام که دار میتی باز میگی که الله اکبر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت هذا الجلال و الاکرام. در قبر که گذاشته میشه اولین سوال امی است، من ربک. دقیق شدین؟ چقدر تکرارش میکنه؟ چقدر تکرار میکنه؟ در قبر اولین سوال چیست؟ من ربک. تربیه کنندید کی است؟ حاجت های را که روا میکرد کی است؟ عزت و ذلت که برت میداد کی است؟ مرض و شفا را که برت میداد کی است؟ این می سوال است. یعنی کل کالای رب است. رب این کار را میکنه. سوال امی است. من ربک. اگر ما و شما در کلمه رب دقیقا فکر کرده باشیم، شما به این باور داشته باشین که به زودترین فرصت انشاءالله میگه که ربی الله، پروردگار ما الله هست. الله چی معنا؟ ذاتی که حوائج را رفع میکنه، حاجتها را روا میدارد. ما و شما محتاج هستیم و او جواب ما میگوید. رب به معنای معبود، معبودی که حق است. ربی الله، معبود ما الله هست. رب به معنای ذاتی که چنان عظیم است که از حیطه فکر و ذکر ما بالاتر می رود، محدود نمی شود. سبحان الله. من ربک ربی الله. به می اندازم فکرش کرده ای زن مسلمان چی میگه؟ ربی پروردگار من. همه پیغمبرها پروردگار عظیم را به کلمه رب صدا می کند و ما شما را هم دستور می دهد که در نماز چی می خوانیم؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار. ای جان باز رب است. ربنا ربنا. فکر ما واقعا این نکات را دلیل بگیریم، از خود باید بپرسیم که ای قدر رب را که ما میگوییم
اگر معنا را دقیق بگیریم پس در دروازه های مخلوق در اوجه تعظیم میکنیم؟ نه، عزت و ذلت خود را در دروازه های دیگر را جستجو میکنیم؟ ابدا نه، قطعا این کار را باز نمی کنیم. کلی چرا به الله میگیم؟ الله تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر. پس در اینجا ببینیم که ایزن خدایا پروردگار من مرا از فرعون نجات بده، از عملش نجات بده و از آنانی که ستمگار هستن از او بر من نجات بده. این کلمات چه وقت میگوید؟ در وقتی که دیگه زورش نمیرسد، دیگه خلاص است. پس ما باید یک بار متوجه شویم که وقتی که خداوند متعال در این آیت به ما میگه و ضرب الله مثلا للذین آمنوا، الله متعال مثال میزند برای شما، بیان میکنه برای شما، برای آنانی که ایمان به خدا آوردن. زن فرعون را در اوج اسوه و قائد میگردن، ولی زن به عنوان کسی مطرح شده که تو باید قیادت از او را بپذیری، از او یاد بگی، این تو کار را بکن. این وقتی که ما این کار را نمی کنیم بلکه سرچپه شود، سرچپه شود خدا نخواسته، قیادت بکنیم خانم حضرت لوط علیه السلام را، حضرت نوح علیه السلام را، او قائد ما شود، ما از او یاد بگیریم نه از این. عیف افسوس ما نیست؟ افسوس ماست. پس عزیزان بیاین اولادای خود را و دخترای خود را، خانمای خود را در مکتب خانم فرعون تربیه کنید، در مکتب بیبی مریم تربیهش کنید، در مکتب فاطمه زهرا و عایشه صدیقه تربیهش کنید. ارگاه نام دختر تا گیتا بانی، سینا بانی و چی چی نامای اون دوار سرش بانی، چی فکر میکنی که این دختر چی رو یاد میگیرد؟ زیرا وقتی که تو نامای اون دوار سرش گذاشتی، قیادتی اون دوره برش دادی، تو نام دخترای مبتذل سرش گذاشتی، خداوند متعال در روز قیامت پرسانت میکند، الله پرسانت میکنه و امو دخترت در روز قیامت از گردنت میگیرد و برش میگه که پدر جان امو تو نام سر من ماندی؟ تو یک بار نندیشیدی و پرسان نکردی که در خانم دختر شده، دختری که رسول ما صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمود که کسی که 30 دانه دختر را صالح تربیه بکند و به خانه شوهرش بسپارد، ما امره از او در جنت که حاته این تو نزدیک می باشم. میگه یا این انگشت از دیگه چقدر پایین بلند است و یا همقدر فاصله. یک صحابی عرض کرد که یا رسول الله اگر 2 دانه باشد چطور؟ گفت اگر 2 دانه را تربیه بکنه در جنت امره می باشد. صحابی دیگه میگه که من دیدم با آثار عزیز در جبین پیغمبر که اگر میگفتیش که 1 دانه، پیغمبر میگفت 1 دانه. 1 دانه دخترت را اگر صالح تربیه کردی جنت کمایی کردی، جنت گرفتی. ولی کدام دختر؟ دختری که تو مکتب عایشه صدیقه را برش بتی، از فاطمه زهرا را برش بتی، این زن از کار میکنن. یکی از اصحاب پیغمبر ما رضی الله عنهم اجمعین نو عروسی کرده بود، بعد از او پیغمبر خدا علیه السلام ایره فرستاد در یک جای به حیث والی بود، میبخشن حضرت عمر رضی الله عنه فرستادش. وقتی که فرستادش، حضرت عمر پشت سرش 1000 درهم برش رایی کرد که چون نو عروسی کرده یک برای خود خانه ای چیز اگر میسازد، فرش مرش بسازد. این پیسه که برش آمد به خانم خود گفت که امیر المؤمنین به ما پیسه فرستاده، سرزی چی بکنیم؟ این زنک کشی عروسش برشمه که اینجا یک چند روز مسافر هستیم چی میکنیم؟ ایره به کسی بده که تجارت سرش بکنه، باز پس که در وطن رفتیم اونجا یک چیز سر جور میکنه.
شوهرش میگه به تجارت بدیم. بسیار خوب. شوهرش بیرون رفت که پیسه را گرفت و کل فقیرا داد. پس آمد خانمش گفت که تو برام گفتی که به تجارت بدیم، من دادم. گفت چی رقم تجارت دادی؟ گفت تو فکر بکن، اگر یک رپی ما یک رپا پس بیاره این تجارت خوب است. گفت بهترین تجارت است. گفت نیم از که خوبتر دادیم. گفت یک رپا به دو رپا. گفت نه از که خوبتر دادیم. گفت یک رپا به سه رپا. گفت از که خوبتر دادیم. شاید دیگه زیاد تجارت باشه، فکر نمی کنیم که یک رپا سه رپا پیدا کنه. آخر گفت نیم ما ایتو به تجارت دادیم که یک رپا معقلا در رپا میده. ویزن بسیار خوشوق شد. روزها تیر میشد که چطور از تجارت؟ گفت بسیار زیاد خوبی شد. برادرش ورش خنده کرد، برادر از خانمش، گفت که پیسه را خواه در رای خدا داده است. و این دختر برای شوهرش میگه که نه، از در پا زیاد فایده میکنه. تو کم گفتی؟ سبحان الله، در پا کمتر است بلکه بالا میدهد. او اقلش در پا است، از او که بیشترتر میدهد. عزم فعلا نه موزن است، نه مشوهر است، نه مپیسیشان است، ولی قسم با خداست که الله برشان ذکر بیشتر تر میدهد. پس اولاد تربیه بکنین که در امور خیر پیشی بگیرن، دخترایتان تربیه بکنین که در دین سبقت بگیرن و عزت دارین را کمایی بکنن. و این کلش در اختیار شما هست. با تربیت صالح دخترها و اولادایتان شما جنت کمایی میکنین، به بیتوجهیتان به دخترایتان شما دوزخ کمایی میکنید. این ایمان داشته باشه. بناهن از این نامش که متوجه شدی، انشاءالله تا آخر متوجه خود بودی. وقتی که تو در نام که بی‌پیسه است توجه نمی کنی، تو در امور دینش در همش بی‌تفاوت استی. پس پروردگار با ما شما توفیق عنایت بکنه که وقتی که اولاد در خانه ما تربیه می شود، برش بگویم که تو آسیه هستی، برش بفهمان تو عایشه هستی، تو زینب هستی، تو مریم هستی، تو اینتو تو زنطاقین هستی. نمار از برش بگیریم یک بار ببیند بگه که اینتو یک کس شد. کتاب های بسیار زیبایی نوشته شده به نام زنان در مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم، قیادت میکند، رهبری میکند. او را برش بتو، این تو یک زن شد، این تو یک مادر شد، این تو یک خواهر شد، این تو یک رهبر شد. این زنهای مبتذل رسوایی که بیدینی میکند، این زنانی که حجاب را مندازد، این زنانی که ابتذال میکند، به خاطر خدا بدی از او را به اولادت بگو. این رقم نشی، این رقم مردار، این رقم کثیف که در فامیل خودش نمیتونه سر شجاعت را بلند بکند. فامیل خودش این را خب بگذار که ملت مجاهد خود نفرینش میکند، فامیل خودش بعدش میگوید. بلکه تو کسی باید بوده باش که کل فامیل و مردم افغانستان با تو دعا بکنند. الله توفیق با ما شما عنایت بکند و از زنی کلش به تعلق به شما دارد، تعلق به شما دارد. هر کدامتان به حسب هدفتان میتونم چیزی را بسازیم. و یکی از علما میگوید که میگه مادر خودش مدرسه است، اگر ساختش در حقیقت یک نسل را ساخت، نسل را ساخت. بنابراین در تربیت اولادایتان بکوشین، در تربیت دخترایتان، زنانتان، اولادایتان بکوشین، بر زمینه مساعد بکنین تا که قیادت خوبی برای کشورتان و برای مردمتان و برای اولادتان باشد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. لله لله يهفو أملي لله، ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان. رحمن يا رحمن ضمدني يا رحمن، أصبق ما يدوشو نبني ما يسدسي نوتي القرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. كم يا تنزيل لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان. رحمن يا رحمن بمديني يا رحمن، أصبك ما يدوشو نبني ما يسدسي نوتي القرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا، واجعله لنا حصنا وهدنا بدا ومعنا.